جسدهای چهار اختطافگر که تازه به شفاخانه منتقل شدند. این افراد پس از درگیری با طالبان به قتل رسیدند. اختطافگران یک پدر و پسر را از ناحیه 12 شهر هرات را بودند، اما هنگامی که به ساحات ناحیه 14 انتقال می‌دادند با مقاومت شدید طالبان روبرو شدند که در نهایت هر 4 تن کشته شدند. دغه اختطافیان په درگیری کې و پر موږ ټکان وکړ، موږ او طالب د موږ د استخبارات ملګری زخمی هم دی، یو ملکی کوچنک سری زخمی سوی ډیر په مرمۍ زخمی د دوی په مرمۍ چې موږ سره درگیری وکړه، یو موږ ملګری هم په موټر باندې ووی چې هغه ډیر خوش نو سولش خوش موټر چالیه ته وولید کنده و دا ولیت موټر ولید چې تر اوسه موټر په ولی کې دی چې دوی موټر په سرایبات کې چې غوښله هغه په موټر و. طالبان جسدهای این 4 اختطافکر را در نقاط مختلف شهر را آویزان کردند. آنها هشدار می‌دهند که با اختطافکران و دزدان مسلح برخورد جدی خواهند کرد. اجساد اختطافکران برای ساعت‌ها در چوک‌های مختلف شهر آویزان بود. افراد ربوده شده آزاد شدند و در درگیری طالبان با آدم‌ربایان یک کودک به گونه سطحی زخمی شده است. اینا خود اینا داخل شهرها زرد ششتی بودند، شهرهای مسافربری. این موتر اختطافی‌ها کات کرده ساعت‌های 9 تقریبا بود. جلوی روی کات کرده مناسب سرک اسلی بالش به جاده که میاد مسیر تانگاریا جمنای 12. این موتر میان جلوی روش استاد شده حساب اینا خودتن داخته خیلی دو میل تفنگ داشته فکر کنم میتو بده دیگه یک چیزی بود که کار تجارت و تیل فروشی و حساب کتاب خوب بود دیگه پولدار بوده دیگه ها دیگه تاجر بود. جرایم جنایی به ویژه اختطاف و دزدی های مسلحانه همواره از مردم هرات قربانی گرفته است، اما طالبان حالا به گونه جدی وارد مبارزه شدند تا بتوانند از آمار این جرایم کم کنند.